با نام و یاد خدای مهربان، با آرزوی موفقیت و پیروزی مردم افغانستان، همکاران گرامی و خیرین افغانستان. ابتدا جناب آقای احمدی صاحب میگن که دمی هفته‌ی اخیر بعد از اینکه سرک در کنده رفتن رسیدن، کار در قسمت بند شهدا رسیدن، چند ساعت کار دوستا شدن و چه قدر هزینه بردن؟ اونم را خدمت دوستا شما شریک میکنید. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان محترم و آقای اخلاصی و محسن سفیدانی که در اینجا جاهای مختلف مدخول تشریف آوردن، همیشه آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما داریم، دعاگوی شما هستیم از فاصله های بسیار دور. سلامت باشید. دوستان محترم بیننده چینل وادی نور، ساعت کاری آقای قنبر یاوری شده مجموعه 64 ساعت و 27 دقیقه، هر ساعت هم 2800 اوغانی شده 1,80,460 اوغانی، که از این جمع امروز 79,210 اوغانی را همین دوستایی که اینجا در دفعات قبلی لیسه های ازیا خوانده شد، نامایش خوانده شد، اونمو پیسه امروز یا تعدادش با خود اینجا آورده. بله. که اونا گفت مجموعه از او 79,210 اوغانی شده که ای را 1,80,460 اوغانی را مو آلی از حسابی همزو میدی کم بونی. بسیار خوب. این تسلیم کنیم. در دفعه قبل هم که بود بدهکاری هم مشخص بود 2,200 اوغانی. بله. آره که این دفعه 79,200 درم که میدی از 1,80,460 باز هم ممنه. بسیار. که ایره مو باز مجموعه نگده که چی قدر دبلی از او 2,200 مشد که ما میش چی قدر مشه یعنی. درست. خب از این معلوم میشه که 79,000 1,000 دیگه سر از او 2,200 اضافه میشه. درست. شاید. خب این حساب از ما البته دقیق نیه، همیتر تقریبی یا حدسیه. دیگه این حالم همیه پیسره که این دوستانی که همین جمع کلگی از لیسته های قبلی خوانده شده بود. بله. اینا تعدادش که امروز اینجا آمده یاره لطف کده آورده. سلام علیکم. کمکایی که وعده شده بود. بسیار خوب. که مو لیسته های زار قبلا خنده. بسیار. همو پیسر اکنال ما تسلیم مونیم، تسلیم آقای قنبر یاوری. بله. 79,210 دیگه. 79,210 اوغانی همو پیسه هسته یعنی. بسیار خوب. دیگه انشاءالله که دفته های بعدی دوستای دیگه ایم کمک های خرم میرسن نبخیر. آقای اخلاصی صاحب اگر چاو نیا خو؟ بله. ولی همه مردم گرفتار است، یاد شاخه بوری گرفتاره؟ بله. یاد پینه درخت بهاری گرفتاره؟ بله. یاد چکبیل بیخنیال گرفتاره؟ درسته. دیگه امروز هم بنا بود که دوستا زیاد باید دیگه اون به خاطر از اینکه گرفتاری ها زیاد داره در بله. زمین خود زراعت بله. خود با مخاطر نمده در دفعه های بعدی انشاءالله وای که باقی منده وای مشکور میره دیگه همراه دوستا شریک مونی همزی جای که وای مشکور میره باز انشاءالله او را حساب مونی تسلیم آقای آوری یا آقای علیزاده. سلامت باشین. موفق باشین شما. دوستا مسئله دومیه که مسافرین از این که سرک رفت تا کنده رسید بسیار زیاد از شما سپاسگزاره، خوشحال است و برای آقای آوری، برای تیم کاری، برای عزیزایی که کار کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن، جناب آقای احمدی صاحب و انجینر صاحب آصف واقعا اونا آرزوی موفقیت کرده و گفته که آله بخیر وقتی که کار بند شهدا را در یک جای رساندین، از زمین کنده سرک را شروع کن، ببرین در بازار برسنید که موترهای کلان کلان بار رو هر رقم محموله که دشته باشد دم دروازه خانه بیرن سری بند باین. در این قسمت چند موقع نگرشم همکار هسته از کوه ها که تاک دیده ورده در پیش خانه یال ببرین در بازار هم برسنید. از کجا او شما گفتند شما برادرها در بین بیشین، از کجایش تیرشن او شما بگید، فقط مور بگین که ما اینی در برنامه داره، ما بخیر قنجرشم همکار هسته انشاءالله. مثلا آقای اخلاصی صاحب او از دو جای دیگه هم امکان چه هسته هم احتمال چه هسته. بله. از دان قلب و پایین. بله. یا سمت جنوب قول میشه یا سمت شمال قول میشه. خوبه خوبه انشاءالله. آره که اونم دوستا بشه در میره دوباره از او یک نظر خواهی یک نظر دیگه. خوب فقط در مورد مصرف ازو خوبه که مصرف ازو از کدام طرف خوب کمتر میاد. اون انجینیر صاحب آصف هست دیگه، انجینیر بسیار زبدر، ما شما فضل خدا دره وجود شده خدا حفظ کنه. برای کلی عزیزایی که امروز کمکای خود آوردن واقعا لیست کمکا پیش نه دفعه خنده‌اش بود، دوستا گفته بود ما امیدوار شدیم
به خاطر که اول دفعه که منگرنیم و دوستا از داخل منطقه هم دست در جیب شدن، همت کردن، کمک کردن، ما بخی با آینده امیدوار شده. اینیم دفعه دیدن دوستا که پیسه خرا رسما نورده، دفعه بعدی بازم میارن. دوستا گفته بود که دوستا هر قدر که از داخل کمک کنه، ما کوشش نی که مو قدر یا دو برابر شده از بیرون بازم قجقه از دوستا کمک. ان شاء الله مسئله خبر خوش سرگرم همراهشون گفتم دیگه. امروز به احترام شهدا دوستا تابلوی بند را نو کردن که تابلو اینا دوستا ببینه. لاله شما همین معلوم میشه حتما. آره خب دیگه امروز انشالله که اینمی کار شما باعث شادمانی، باعث خوشنودی روح متحر شهدای افغانستان، شهدای غزنی، شهدای جاغوری و شهدای ناوی زیبا و اتقل شده باشه به ختم یک صلواتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک از دوستا گفته بود اکثرا دم برنامه گزارشیشم مستفیدا زیاد است. ما میگیم فرصت نشده، اگر نه جوانا هم میخواید از مستفیدا اینه چیزی کمتر نداشته باشه. آقای مهدی مسلح امروز عزیز بو آمدن صحبت منن که پلان نهالشانی و سرسبزیش چی هست؟ تشکر شما آقای اخلاصی. سلام احترام خدمت همه بزرگواران و شما بیننده محترم. ما 3 سال است که برنامه سرسبزی رو دنبال میکنیم. امسال در واقع سال سوم است. سالهای قبل فقط همیتا دانه های بادام رو میبردیم در گوشه و کنار کوه منداختیم تا بادام تبدیل روزی تبدیل به درخت شده و منطقه رو سرسبز کنه. خب ما و شما میدانیم که امروز چالش های محیط زیستی بیشتر از هر چیز دیگه ما رو تهدید میکنند، بیشتر از تروریسم ما رو تهدید میکنند چالش های محیط زیستی، و نیازی خیلی اساسی و جدی است که ما در این زمینه توجه و اقدام کنیم. ما هم که به اندازه توان گفتیم در این زمینه کار کنیم و سهم و مسئولیت خود ادا کنیم. سال سوم است که کم کم در این زمینه کار کردیم و فعالیت کردیم و امسال هم این برنامه رو با یک جمع از دوستا دنبال میکنیم و امیدواریم که مردم هم در قسمت محافظت از درخت با ما همکاری کنن و حتی در قسمت نهالشانی، در قسمت سرسبزی کوها با ما همکار باشن. ما یک درخت در کوها تصمیم داریم درخت های مسمیر و غیر مسمیر بکاریم که هم منطقه رو سرسبز کنن و هم حاصل این درخت ها چند تا فقیری که در این منطقه زندگی میکنن به درد اینا بخورن و هم آب و هوا را یک مقدار پاک کنن و اکسیژن بیشتر تولید کنن. فواید زیادی داره جنگل، سرسبزی فواید زیادی داره که همه شما بیننده ها و رشتفده از فواید سرسبزی آگاهین و لازم نیست ما هم دوباره در این قسمت صحبت کنم. فقط خواهش ما از رشتفده و دوستای گرامی و شما بیننده های محترم امی است که در این زمینه در قسمت سرسبزی یک مقدار شما هم توجه کنین و با ما همکار باشین تا ما بتوانیم یک گوشه از این منطقه رو سرسبز کنین و روزی که شما از بیرون وقتی از بیرون میایین داخل منطقه در بخصوص در جاغوری در ناوه در سایه زیبای هدقل بین در یک سایه سبز بشینین تفریح کنین و ما امیدواریم که شما اون روز از این فضا لذت ببرین. از خاطر خواهش ما امین است از شما که با ما همکاری کنین و از رشتفیدا در این زمینه همکاری کنین و تا ما بتوانیم یک ساحه رو سبز کنیم. طرح ما در قسمت سرسبزی منطقه ای است که چون مشکلی وجود داره ای است که همین گوسفندا هم به یک چراگاه نیاز داره و ما کار نکنیم که چراگاه را از مردم بگیریم. فقط طرح ما، پیشنهاد ما ای است که یک ساحه را ساحه محافظت شده اعلان کنیم که امسال این ساحه را ما بادام یا درخت میکاریم. مردم هم آگاه باشند که این ساحه ساحه محافظت شده است، برای یک سال یا دو سال این ساحه گوسفندان جان نبرن. بعد 2-3 سال تا یک درخت ها از خطر برش بیرون شد و وقت میتونن راحت گوسفندان رها کنن و بعد از اینکه درخت ها از خطر رفع شد، از خطر گوسفند بوز، یک ساحه دیگر انتخاب میکنیم
و او سهر درخت میکاریم. به همین ترتیب در ظرف چند سال ما میتونیم یک منطقه از کور، یک ساحه از کور سرسبز کنیم. و ما امیدواریم که همه شما بزرگواران و بیننده های محترم در این زمینه با ما همکار باشند، چون این یک نیاز اساسی و جدی است. اونایی که در بیرون هستن با چالش های محیط زیستی بیشتر آگاهند، بیشتر میشنوند، هر روز از تلویزیون از خبرها میشنوند مشکلات محیط زیستی را و خوب آگاهند که چقدر ما را مشکلات محیط زیستی، چالش های محیط زیستی ما را تهدید میکنند. و ما هم کوشش میکنیم از اینجا که یک مقدار سهم خود ادا کنیم و شما هم از بیرون، مسافرایی که در بیرون تشریف دارند، در این زمینه با ما همکاری کنین. تشکر. تشکر شما. سلامت باشین. بخیر باشین. از پای کوی دغدغی تا کنده را سرک جور کردیم بخیر به نام سرک شهدا. تخم درخت چنار بسیار براحتی گیرمه و دوستا از روزگان وعده شده که ما از ایر میری یه درخت کوی هستن. اگر شنه از سر کوی دغدغی تا خود کنده را دو طرف سرک ارزمی درخت چنار فرشنن که هزاران درخت اینجا امکانش هست. در دو طرف سرک یک سرک فوق‌العاده زیبا که لذت ببره آدم از مسافرت در این تو سرک و این باب شنه بخیر در دیگه جایا هم که امکانشی باشه. درخت چنار درخت کاملا کویی و این دیگه نیاز به آبیاری هم ندارن، کافیه که فقط در اوایل بهار که خصوصا بارندگی باشد یک مقدار خود بگیره، دیگه انشالله مشکل رفع میشن. بخیر در بند مسافر، در بند شهدا هم یکمیت جای باشن، امی میویزی جمع شنن برای بند مصرف شنن. این بند همیشه وقت نیاز به یک سرمایه داره، یکان خطری که پیش میه اینمی توسط امزی پول بخیر خطر مشکلاتی رفت شنن. تشکر، زنده باشین. آقای اخلاصی، یک نکته مهم و اساسی ماند او این بود که 500 تا درخت بادام آماده داشتیم که 250 تا این درخت ها را همین تصمیم داریم اگه اجازه دوستا باشه، دوستا همکاری کنه با ما، 250 تا این درخت بادام همین دوربر بند شهدا همینجا کشت کنیم و 250 دیگه میمانه که شما خودتان هر موقعی که رفتین طرف پاتو هم بنده آبی که در پاتو درست شده 250 تا دیگه شه اونجا بکارین. ما در خدمت هستیم. زنده باشین. انشالله که بند شهدا هم وقتی که تکمیل شد دور از این توری گرفته میشن، اینجا گلکاریش نن، سرسبزیش نن، دیگه ایج بوز و گزفندی نتنن که باین نهال های بند شهدا را تخریب کنن و از بین ببرن. این دور از این هم بخاطر حفاظت اطفال توری گرفته شنن دوری و امو قسمی بخیره دیگه از بنده محافظت شنن، یک دهقانی هم داشته باشن. سلام خدمت بیننده های عزیز، امیدوارم جور سلامت باشن. دیگه ما این دفعه تیل در قرص آوردیم. آره، بخاطر که پیشنه دفعه ما 2,200 روپی طلب داشتیم و طلب در ما نرسید. قرضدار مندی؟ قرضدار هستی از بازاری سرک 2,200 دوستا ما قرضدار مندی؟ آره قرضدار من، دیگه پیسه نقد پیش از ما نمند، دیگه مصرف ماشین زیاده، دیگه تیل مخلاص شد. دیگه این دفعه که تیل در کار شد راستم در قرص آوردیم تیل را. آره تیل در قرص آوردیم. باز دوستا امیدواری داد که ما باز همی کمکایی که وعده شده را جمعنیم مرسنیم بچشیم. خیر در قصهش نشو، اید نزدیگه اطمان یک ایدی میدی از طرف دوستا خواد آمد. امید در خدا. آره اطمان در نظر که هم سال نو میشه هم اید است، با امید خدا اطمان دوستا کمک بونه. هر عزیزی که بیخواه در بند شهدا کمک کنه، روح شهدا از همهش راضی، خدا پشت و پناه همهش باشه. ما دوانه یعنی منجی موی سفید هستن، اینجا عزیزای از ما هستن، عزیزایی که در نام شهدا با افتخار خون شهدا در بند شهدا کمک بونه، خدا انشالله برکت در رزق و در عمرش اضافه کنه به ختم یک صلواتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موفق باشیم. تشکر. سلامت باشیم. بخیر باشیم.